از 26 دلو 35 سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق در کابل گرامی داشت شد. عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر گفت افغانستان برای هر کشوری که قصد تجاوز و اشغال داشته باشد پاسخ دندان شکن داده. او خطاب به جهان اعلام کرد در امور داخل افغانستان دخالت نکنند و کابل خواهان روابط حسنه با تمامی کشورهای جهان است. معاون نخست وزیر از جامعه جهانی نیز خواست که از دشمنی با مردم افغانستان دست بردارند و هیچ کشور از آدرس افغانستان متضرر نمی شود. گرامی داشت 26 دلو سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق با حضور مقام های ارشد حکومتی اینجا در رادیو تلویزیون ملی در کابل. عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر در این مراسم گفت افغانستان در چند دهه گذشته از سوی ابرقدرت ها مورد تهاجم قرار گرفته، اما با پاسخ دندان شکن ملت مسلمان افغانستان مواجه شدند. وی خطاب به جهان گفت کابل خواهان روابط نیک با تمامی کشورها است و از جهان نیز چنین توقعی دارد. معاون نخست وزیر همچنین تاکید کرد کشورها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند و اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. به همه کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهان روابط حسنه هستیم. سرزمین افغانستان برخلاف امنیت هیچ یکی از کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه استعمال نمی شود. در این مراسم گفته شد افغانستان آرام به نفع کل جهان است و اگر افغانستان در صلح و آرامش نباشد دنیا ناآرام خواهد بود. سرپرست وزارت حج و اوقاف نیز خطاب به کشورهای جهان گفت بهانه گیری نکنید و بگذارید افغانها در صلح و آرامش زندگی کنند. دنیا پدی پوهیگی کله چې افغانستان نا آرام وي ولا بلا که دا دنیا په آرامه زندگی وکړی شي. دا عملا ولیدلی شوه چې افغانستان کې مشکلات و دا ټوله دنیا دا سوپر طاقتونه لوی طاقتونه چې و هغوی به همیشه په تشویش کې په پریشانۍ کې په لړزه باندې و، او چې کله په افغانستان کې آرامي وي دوی به هم په آرام وي. سرپرست وزارت مهاجرین هم در این مراسم گفت جهان نسبت به افغانستان فکر و نیت بد نداشته باشد و خواب ویرانی و تجزیه افغانستان را از سر بیرون کند. در افغانستان در خرچول تجزیه او پا افغانستان که بیا دست وراز غواری چه پیوه دوال منده دو چوگانون پرده کهوی در خوبونه در نمینی در گپر دور سعیش. قشون شوروی سابق در ششم جدی سال 1358 با حدود 100 هزار نیرو به افغانستان حمله کردند و پس از نزدیک به یک دهه جنگ ویرانگر سرانجام در 26 دلو 1367 مجبور به ترک افغانستان شد. پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان در برابر قشون شوروی سابق طعم شیرین پیروزی، اما در اثر ریاست طلبی برخی ها به تلخی تبدیل شد و افغانستان به سوی یک بدبختی دیگر رفت. برای بحث و بررسی بیشتر این خبر همکنون حجت الاسلام سید عبدالله زکی عضو شورای علمای شیعه افغانستان در استودیو با ما پیوسته. حاجی آقا وقت شما بخیر. چی عوامل باعث اشغال افغانستان گردید و در نهایت چی چیزی باعث شد که شوروی سابق در افغانستان شکست بخورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهقا. تشکر از شما و برنامه خوب شما و ای که در این روز 26 دلو سال 1402 قرار داریم که تقریبا 35 سال از اخراج قشون سرخ شوروی از افغانستان میگذره. تشکر میکنیم. در رابطه با سوال شما که عرض کنم که چه چیزی باعث شد که افغانستان مورد هجمه و هجوم قرار بگیره و مورد اشغال قرار بگیره، افغانستان در یک جغرافیای بسیار اساس و مهم و مرکزی هست و که میتونه که از اینجا هر کسی، اولا که خود افغانستان دارای آب و هوا و دارای معادن طبیعی و دارای سرشار از این مسائل های بسیار غنی هستند افغانستان. بله. یک مسئله. مسئله دیگر تقریبا میشه گفت دهلیزی خیلی از کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه و اینا. بله. خب به هر حال
امی باعث شد که بازم به سر و کله یا بر قدرت ها یک مسائل پیش بیاید که قصد اشغال افغانستان بکنم. بله. و در این حال با ایجاد نوکران و اجیران و ایجاد حزب خلق و پرچم در داخل افغانستان و اندیشه و تفکرات کمونیسم را در افغانستان، ای باعث شد که بیای افغانستان اشغال بکنه. بله. و بخش دوم سوال شما دقیقا در این مورد آجاقا که خیلی ها به این باورند که پیروزی مردم افغانستان در 26 دلف نظام بین الملل را متاثر ساخت، نظر شما را هم در این مورد میخواییم داشته باشم. خدمت شما عرض شود که بعد از کودتای ننگین هفت ثور، بله، که جنگ ها و مجاهدت ها شروع شد، با شش جدی سال 1358 و تجاوز شوروی در افغانستان، خلاصه این جنگ و مبارزه و اینا ادامه پیدا کرد، شدت پیدا کرد. بله. تا 26 دلو سال 1367 را. بله. در سال 1367 بعد از 10 سال تقریبا جنگ در برابر روس، و روس دیگر یا در او زمان اتحاد جماهیر شوروی بود دیگر، بله، که با امو قوا و ارتش سرخ خود افغانستان اشغال نظامی کرد و این مفتزحانه، البته سال روز خروج هم نمیگیم، سال روز اخراج شوروی از افغانستان میگیم. سال روز اخراج شوروی از افغانستان یعنی کسایی بودن که ایران خارج کردن. اگر خروج بگیم یعنی خودش خارج شد. نه، ای با نمازور شهادت ها، با دادن میلیون ها شهید و زخمی و میلیون ها آواره و مهاجرت، شوروی از افغانستان خارج شد. و یک، اگر در واقع بگیم، حاکمیت بین المللی را در افغانستان اینجا بهمی 26 دلو رقم خورد و از بین رفت تقریبا. بله. اتحاد جماهیر شوروی و کلی شکست خورد و در مقابل پابرهنگان افغانستان و این یک وزنه جهانی را به هم زد. دقیقا. و روحیه داد. آخرین پرسش ما آجی آقا، یکی از بزرگترین انتقادات ناکامی مجاهدین در تشکیل حکومت مقتدر پس از پیروزی بر روس هاست. چرا نتونستیم پس از پیروزی یک حکومت مقتدر را تشکیل بدیم؟ بسیار سوال به جایی کردین. متاسفانه انتظارها همی بود که بعد از این جنگ ها و بعد از این رشادت ها و بعد از این کسبی این گونه عزت و عظمت در دنیا که یک ملت پا برهنه و گرسنه بتوانه یک ابرقدرت جهانی را شکست بده. بله. واقعا انتظار این بود که همون ثمره جهاد و رشادت و شهادت و اینا، ثمره خون شهدا باید به ثمر می نشست و یک حکومت اسلامی همون طوری که در انقلاب و در همون زمان جنگ ها شعار می دادن که استقلال آزادی، هم استقلال داشته باشیم هم آزادی داشته باشیم، هم یک حکومت اسلامی داشته باشیم که اونم برخواسته هم ثمره خون شهدا و مجاهدت مجاهد مردان بودن. بله. اما متاسفانه بعد از پیروزی آفتهای دامنگیر جامعه اسلامی افغانستان شد، نه تنها در درون خودشان بلکه دست ها و حرکت ها از طرف دوست و آشنا و بیگانه و همجوار و دیگر بر قدرت ها و باقی و بقایای اون احزاب شکست خورده در افغانستان، اینها توانستند دست به دست هم بدهند، باعث نفاق شدند و جنگ های داخلی شروع شد. مجاهدین هم، البته رهبران جهادی هم، از تجربه بسیار جدی برخوردار نبودند و همدیگر رو تحمل نتانستند. بالاخره اون طوری که باید میشد که نشد، بلکه روزگار ما سیاتر شد. سپاسگزار سم حجت الاسلام سید عبدالله زکی، عضو شورای علمای شیعه افغان.